سلام به بینندگان عزیز، خوش آمد میگم به برنامه 2 دقیقه با دندان پزشکتون. امیدوارم که روز خوبی داشته باشین. امروز میخوام راجع به رود کانالایی صحبت کنم که فیل میکنه و خراب میشه. خیلی وقتا ما میریم پلو دندان پزشکمون و یه رود کانال خوب برامون انجام میدن و خیلی وقتا میمونه 1 سال، 2 سال، 10 سال، 15 سال. بعضی وقتا هم 1 هفته، 2 هفته درد میگیره و جواب نمیده. خب دلیلش برای این نیست که رود کانالتون توسط یه دندان پزشکی انجام شده که کارش خوب نبوده، به هیچ وجه. خیلی وقتا ممکنه رود کانالتون عفونتی داشته باشه که خارج از ریشتونه. بر فرض وقتی ریشتون داخل استخونتونه، دندان پزشک از بالای دندونتون یه سوراخی باز میکنه، به عصبتون یا اون حفره یا چمبرتون دسترسی پیدا میکنه، اون 1، 2، 3، 4 تا کانالی که داریم براتون تمیز میکنه و سلام، اونجا دیگه تموم میشه و به نحو احسن هم پرش میکنه. ولی اگر شما عفونتی خارج از اون ریشه داشته باشین، زیر ریشه، خیلی وقت اونو میشه با آنتی بیوتیک درستش کرد وقتی که اون مخزن اون انفکشن برداشته شده و سورسش برداشته شده، ولی بعضی وقتا نمیشه و در اون زمان ها هست که ما هنوز یه درد اینجا حس میکنیم، بعضی وقتا حتی باد میکنیم و باید بندیشیم که چیکار باید بکنیم. قدیما ما میرفتیم این زیر رو یه سولاخ میکردیم از تو استخون و تمیزش میکردیم، اون عفونت رو ورد میداشتیم، یه مقدار استخون میذاشیم، یه پنجره روش میذاشیم که فایبروبلاست ها یا این سلولایی که ماهیچه درست بکنن توش سریع حرکت نکنن و بعد خودش خوب میشد. الان افکارهای دیگه‌ای هست که میبینن اگر چنین چیزی اینقدر ممکنه درد سر باشه و ما نمیخوایم دیواره استخون اصلا سوراخ کنیم، الان میگن که خیلی وقتا این دندون رو بکشیم، تیش رو تمیز کنیم، یه ایمپلنت بذاریم، روز شکدار نداشته باشیم، چون بر وقتی که این جراحی میکنیم یه بر هزینه داره و اگر یه موقع خوب نشه خب همه این هزینه ها به دور رفته. به خاطر همین الان 2 تا استادی مختلف، 2 تا طرز تفکر مختلف هست واسه رود کانالایی که خراب میشه و فیل میکنه. یکیش همون اپیکو سرجری هستش که به نام اپیکو خیلی معروفه و دیگری به نام اکستراکشن و ایمپلنت. ما الان اسپشیال ویژه داریم برای اگه بخواین افرادی که بخوان اونو بکشن ولی اگه درستش نکنن، که ما دندون رو میکشیم، براتون ایمپلنتتون رو میذاریم، پیچ روش رو میذاریم، یه دندون خوشگل سفید پورسلن پی اف من براتون میذاریم، همش برای $1,300 که فکر کنم قیمتش حتی از انجام دادن اون ایپیکو ارزون تر باشه و در ضمن امکان موفقیتش خیلی بیشتره. هر دو راه خوبیه، از دندون پزشکتون سوال بکنین، اونی که براتون بهتر انتخاب کنین و خوشحال شدم در کنار شما بودم. تا دیدار بعدی، من روز خوبی داشته باشید.